میتونی خواهش کنم اجازه بدید امشب من در دفتر کلانتری بمونم؟ ما نمیتونیم خلاف مقررات رفتار کنیم. آخه شما نمیدونید موضوع چه قراره. والله شما نمیدونید که من تقصیری ندارم. بفرمایید. بعد تو اقل اجازه بدید یه پاسپورت پشت در بمونه. بفرمایید. تمنا میکنم. باز کنید. باز کنید. باز کنید. سرکار تقاضا میکنم این پاسپورت امشب پشت در بمونه. بیش از 5 دقیقه در ایستگاه نیشابور توقف نخواهد داشت. سلام خان. خود با تو لاغر شد. سلام. حالت چطوره؟ خوب. صفه دو داری از همین جایده پایین. چیز اضافی ندارم. از این طرف. کجایی تو مردک؟ 3 سالی که از تهرون قهری؟ رسیدم به خیر. خوب اومدی؟ راستی هرچی در باره اینجا گفتن کم گفتم. به حالا کجاشو دیدی؟ تازه اولشه. الحق جای با صفایی. مشایعین محترم خواهشمند است از قطار فاصله بگیره. کجایی بابا؟ الان یه هفته است منتظرتم. آخه نشد بیام. خب حالا آمدم. پس بریم. هر روزم همون خدای وزغالی هستی. یه شاوره که تا الان ندیده بودی؟ نه. پش بی خود اینجای وقت مرکز علم و دانش نبوده. جای با صفاییه. چند تو میدونم تازه سا. حالا ما از مرکز شهر. خونه من خیام 3 کیلومتری اینجا. موقعی که اینجا 1.5 میلیون جمعیت زندگی میکرد خیام مرکز شهر. 1.5 میلیون جمعیت داشته؟ بله. این بیابون هر جا که خاک و پس بزنی خونه زندگی مردمیه که به دست مغلا نابود. شنیدم که زیاد حفاری میکنه. آره بهش بی خودت که این چند ساله من اینجا موندگار شدم.
تماشا کن. آرامگاه شیخ عطاره؟ بله، برای اینکه خستگی را در بره از این برو بردمه. یک دنیا لطف، شاعر و دانشمند بزرگ قرن ششم هجری. عالیه، حقیقتا شاهکار معماریه. اینم کمال الملک، آرامگاه جدیدشه؟ بله. که یک سال اینجا از روی سه اثر بزرگ پرده برداشتن، نادر در مشهد، خیام و کمال الملک در اینجا. کمال الملک کدومش بهتر از همه؟ بهتر که چه عرض کنم، به خصوص که معمار هرسش هم یکی. میشناسی؟ بله البته، افتخار قرن ما. عظمت هنر رو میبینی؟ الله و اکبر، چه کرده؟ هیچ پیروزه در دنیا به این خوشرنگی نیست. هرچی نگاه کنی سیر نمیشی، هوا گرمه، باقیش باشه برای بعد. اینم جای ما، من اینجا تو باقی مشرمه دو زندگی میکنم. مشتی خدا قوت. سلام مشتی. مشتی غلام شماه. سلام علیکم، رسیدم به خیر. متشکرم، مرحمت زیاد. مشتی اینجا تنها؟ نه بابا، مشتی به اندازه موهای سر دولت داشته. همین پارسال یه پسرش جوون مرگ شد. پس باقیشون کجا هستن؟ پسرن یا دختر؟ یه پسرش تهران شوفر اروپا تحصیل میکنه. اروپا؟ بله، اروپا. میبینی آینده کشور ما رو؟ چند سال دیگه به جای 15 میلیون مشرم زون 15 میلیون مهندس رمزون خواهیم داشت. دخترش هم اون بالا سنها. بابا دیدی برارش پارسال ورد کردی، اما دخترم تو خمه پیش آقا بهرام دست میخنه. خوبم میخونه. بله، خدا آقا بهرام رو عمر بده. این چند ساله که اینجا هستن خیلی به خلق ما کمک کردن. از برکت همین کمک پسر خوردهمون 9 کلاسش رو تموم کرد. آقا بانی شدن که فرشتهنش آلمان کشاورزی بخنه. آفرین. میبینید چه مردم باهوشی داریم. باهوش؟ بحبه، حقیقتاً بحبه. آفرین مستم. حرکت کن، بریم یه چرخی بزنیم. بی خود جوش نزه، عشیرت خوش میشه. چطور؟ تو عقلت نمیرسه. تمام بدبختی بشر از همین حرکته. بشر موقعی خوشبخته که حرکت به کلی ازش سر. تو هنوز همون فلسفه بافیه خودتو داری؟ آدمیزاد بهترین سیرها رو باید درون خودش بکنه. سیر و گردش دروغی هم ممکن نیست، مگه با همین جیگرها روح رو به تلاطم بیاریم. خسته هستی، داریم یه چیزی بخور، یه چرخی بزنیم. او جای من پای همین درخت بندازن. کجا کجا بطیاره کجا میبری؟ بابا ایوالله، تو به ناشتا و عرق خودم؟ ببین چی میگم، به جون تو تا نیم بطی نزنم چشمان وا نمیشه.
تبت برات دیگه نمونه. مواده یه وقت به این دختره رو بدی به هوای گردش بکشد از جای خلوت ملوت. چطور مگه؟ میترسی بلا ملا سرم بیاره؟ باز من یه چیزی گفتم تو خنده تحویل دادی؟ نمیفهمم. تو میگی من باید از این یله فرسی بترسم؟ باورت میشه اگه بگم این دختره با اجنه سر و کار داره؟ باورت میشه اگه بگم برادر بزرگشم همین اجنه ها بردن؟ نگفتم اصلا با تو که خودت عقل کل میدونی نباید ترس. چی میگی؟ بعد از خجالت بکش، تو ناسلامتی مهندس کشاورزی هستی، هنوز از جنوپری صحبت میکنی؟ اگه چیزایی که در این سرزمین من با تو چشم خودم از این خواهر و برادر دیدم تو میدیدی اینجوری با من نمیخندی. چی دیدی؟ باورت میشه اگه بگم جن عاشق گلنار هستن؟ حتی یه روز گروه که باش گردش رفته بودم چیزی نمونده بود که خفم کنم. برادر بزرگشم همین جن بردن. جن چیه؟ ها شاید وامپیر شده. وامپیر؟ وامپیر دیگه چیه؟ وامپیر نمیدونی چیه؟ تو کتاب کنسومنسیستو رو نخوندی؟ نه. وامپیر و دراکولا یه چیزی مثل قلبی آوینی خودمون. بزن بگیر بی زحمت این گست کابن شما بگیر. آره و از خواستی که این وامپیر داره اینه که میتونه به جلد همه بره و شبا زنده بشه. میگن هر جا درش میخواد میتونه بره و همچین که آدم رو تنها گیر بیاره خونش رو بمیشه. هر کس هم به این ترتیب بمیره خودش وامپیر میشه و به جون مردم دیگه میاد. نگو نگو، کاملا حق با تو. برادرش هم همینطور وامپیر شد. چطور؟ اینطور که روز بعد از مرد نشش هم گم شد. دهاتی ها گفتن نشو کفتار بود، اما بعدا دو سه نفر شبای مهتاب دیده بودن تو دره رامی. مخصوصا یکی دو نفر که من به حرفشون اعتماد کامل دارم به چشم خودشون دیده بودن که زیر درختای بی با خوهرش قدم میزن. تا به حال این موضوع برای من رمز، اما حالا که تو گفتی همچی چیزی تو دنیا هست مشکلم حل شد. چیزی میخوام چرا بافی؟ بافی میرم. چیش رفته؟ چیزی ریز بندرم عرق ناراحتش کرده. باری یه پتو بردی بیا. نمیشه من تخت خوابم رو جایی بذارم که شاخ ها مزاحم نور ماه نباشن؟ آخه اگه میخوای مرتو بخوریم بریم سهرا سر آرامگاه هرکی. من که اونجا رو بلد نیستم، تو میه نشونم بدی؟ ایوا خاک بر سرم میدونی اگه اون وقتی که بابا من اونجا ببینه چه به روزگارم میاره سرم رو میکنه؟ آره راست میگی. حالا بعد وقتی آخر شب میره به فرداشو عروسی دختر که از خدای خواب رو همونجا دعوت داریم. آی گلی گم کنم با مامان تو من از بفت من لکه بساد شاد و مانه روز تو من از بفت من لکه بساد بس که خوشگله عروس به آسمون می کنه ناز سرنا با تو حرف بین با که نشاد شر بساد سر
با کنار بدید تو ما میخواد نار بزنه دیو سرخ انار سرخ به دومنه یار بزنه شبه با کنار بدید تو ما میخواد نار بزنه دیو سرخ انار سرخ به دومنه یار بزنه Thank you.
فکرم نیستم. عبد خدا بگم چشم بخم. خیال دارم تا آخر عمر زیر سایه مشکی باشم. حالا بده مشکی چه بگم. مشکی غلام شماه. دو نفر نباید کمی با هم گردش کنیم آه. از چرا جواب نمیدیم من شنیده بودم که همشهری های خیام خیلی خونگرمن چیزهای جالب دل شما رو نباید تماشا کرد دل ما فقط یه محصه خوب داریم چی از این بهتر؟ خیام میگه مهتاب نیشابو بی نظیر گفتی نصف شهر در قبر خیام پس تا صبح من منتظر دیدونم یادت نره شب جمعه برای نصف شهر ببین من از اول شب میرم اینجا برو حتما بیایی یا تا صبح منتظر دیمونم خیلی شلوار ندکی بلکه تو بودی مکر همکی بلکه تو بودی و خوش شیری نبا آخ شیری نبا هیچ مری تاره و خوش جایی نه هیچ مری تاره از خالف رما و جانف رما دل بر رمانه بمیرم فاطمه سلطان بنده تو
نرمک نرمک باده خورو چند نباز کانها که به جایند نپایند دراز بانها که شدند کس نمی آید باز. و نیابد ما را آقا از اینجا خوشتا نمیه؟ آمدی؟ که گفته هم شهری های سویان خونگر نه؟ پس چه جواب نمیشی؟ که ایرونی ها که خونگرم تو را تمید؟ نه هیچ کس به خونگرمی شما نیست.
سر قبر حکیم نرد نکردی؟ نه چطور من؟ اگه نرد کنی حکیم هر آرزی بیشترشی به راورده منه تا اینقدر نرد کن سیاد شب جمعه سر قبرش کلو بکیر خودت چرا نرده میکنی؟ چند سال پیش یک نرد بکردم به راورده رم حالا مزمونو انشالله که قبول خواهرم چی زنده نمی کنیم؟ میدونیم و سکم چی خواستم؟ نه بگو چی خواستی؟ نفس نه نه هستم نمتی؟ نه خودت بگو یه سکیم خواستم کاری کنه تا ما رو بگیر من دیگه چند تا دیدم. مرا میگیری؟ البته دیدم. به خیام قسم بخور. به خیام قسم. میدونستم تو مرا میگیری. میدونستم از راه حکیم رد خار نداری. گرگه نکن. من تا یه ماه دیگه برای بردن پنجه هستم. حتما بیایی جهان مهدی مایی ممکنه حامله رفته باشم دو سه ماه دیگه رتبه خواهم رفت او وقت جز مردن علاجی ندارم اگه من رو لایق خود رو نمیدونی نگذی اینجا بمره بکنی فراموش نکن ما حاضرم که نیزیدون بکنی الو الو اجازه بدید بی زحمت اون پنجره رو ببندید الو قربان سلام عرض میکنم رسیدم بخیر اومده سلام حال سرکار خوبه کجایی به مرحمت سرکار قربان میتونم شرفیاب بشم چشم از طور خدمت بشم بفرمایید سلامت
خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. متشکرم. حال سرکار خوبه؟ متشکرم. یک دنیا من هست حال سرکار. به مرحمت جنوالی بد نیستم. شما چطوری؟ ای بد نیستم. اگر خلاف نگفته باشم معلومه که تطبیقات بردرحالی خیلی خوش کنم. بله بعد نگذر. نمیدونید از این تذرت حالی به موقع برگشتید همگی چقدر خوشحال هست. مرسی. چطور مگه؟ آخه فردا شب زمیران به همه سور عروسیشون میدید. عروسیش هست؟ بله. با چی؟ بله دختره کیه و چیه نمیدونم ولی انصافا خوش. انصافا چه خوشگل. خدمتتون عرض نکردم؟ من اصلا نمیفهمم اینطور آدم ها با این ریختشون زن خوشگل میگیرن چی کار کنن؟ خوشگلی حالا هی صدا رو بگو. صدا هم داره؟ عالی. ناغل از تو از کجا میدونی؟ الان خدمتتون عرض کنم. اجازه هست؟ واقعا حیف این زن ها که گیر اینجور آدم ها میفتن. چرا دیگه حیف؟ برای اینکه بیپوله؟ میخواستم ازتون تقاضایی بکنم. آخه حیف نیست که یه زن به این خوشگلی نتونه سوار ماشین لوکس بشه، نتونه به اسکی بره. بابا تا هم دست از این حرفات ور نمیداری. خوشبختی برای هر کی یه جوریه. اینا خوشبختیشون در گرمی کانون خانوادگی. چه کانونی؟ چه گرمی؟ این کانون سازی مخصوص زنای زشت و بدترکیبه. آخه حیف نیست که زن خوشگل کنج خونه بپوشه و چشمش دوریش نیفته. اگه زن خودشون قرابطه کانون سازی بکنه پس زنهای زشت و بدترکی برای چه خفت دارن؟ همچه خلاصه شد بگم زن خوشگلش برشتر زشتش از زنه خدا بدتر. متشکرم. توجه بفرمایید مهمانان عزیز دوستان گرامی، بنده به نمایم امشب از دوست عزیزمان آقای زمیران تشکر کردم و برای این که همه بدونن که واقعا چه زن کدبانو و با هنری میزبان امشب هستن، من از خانم زمیران خواهش کردم که محبت رو تمام کنم و با صدای گرم و شیرین خودشان خانم ها و آقایان را محظوظ کنم. نشانه جوانی به تاتت و شادمانی به جزدی به جیسی نماند گر نشانی دلم چون نبوید به پرواز جا بدانم به بویی به موجی به دریای سرانم با عشق و شور امی من زندگی سرازم تا نقمه های جابی منم آن ناز هست خروزم یه در خشت بگم خروزم به درست رو در بیایم همه جان ها به دل بسیدم. منم اون جاله یه بحاری یه نشینم به گلستان ها در تصمیه یه جبر خوشی کنم آخری آسمان ها. دمی برسیدم از شادی
دلم خواهد جهان شانو دیدم از مغرور به تیم در بلوری آف اونا برگردم از تو یا با هم بر افرازی به تان شادمانی به دل همان بی افروزی تمنای جوانی عالی بود به خدا خواهش میکنم اجازه بدید خواهش میکنم بفرمایید خانم زمیران آقای بهتربر آقای دولتمند خیلی عالی میفرمایید برخشید من داشتن یک این همسری رو باید با آقای زمیران تبریک کنم تشکر میکنم نه خالی از تارو من کمتر چونی صدایی شده دارم آقای زمیران میدونن که من اهل کارو تملق نیستم واقعا که صدایی تهرنگی میدارم مرسی گفتم که در اینجا میگم که این صدا خیلی از مردها رو ممکنه وادار به گناه کنه ببخشید منظورت اینه که دیگه نباید بخونم یا فقط باید برای شوهرم بخونم بله این درست مثل این است که بگید خورشید فقط باید یک نقطه از زمین رو روشن کنه آقا بس چه نمیگذره ملاحظه نفرمایید آدم خوشمزه ایگه خیلی خانم خوشتریقه هستی خواهش میکنم به من کمک کنید و به اتفاق یه روزتری به خوشتر فردوسی بزنید تا اولا من از طریقه شما استفاده کنم و ثانیان وزیفه خودم رو درباره شما انجام بدم و کده این جنس تحقیم کنم بزرگ حالا اینجا نایمده بودیم؟ نه کانتوه قطعه گرونی؟ گرونه قسمت های دیگه هم داره البته حالا ببینیم
ببخشید خانم، با چند کدامنی داری؟ بله، اینا همش کدامنی، هر کدومی میخواد بیاد. خواهش میکنم اونا رو بیارید. اون توپ من بدید. من یه قوارم پاسه مردمی میکنم برای پاسه مردمی بزرگی تایید کنم. پس شما خواهش میکنم بفرمایید خودتون انتخاب کنم. متشکرم. کدومش؟ همش قشنگه. کدومش میپسندی؟ هر دوش قشنگی. این به هم میاد؟ خیلی قشنگ. قشنگ. پالتوت هم ببن، ممکنه سردید بشید. ای بابا، آبادان الان 20 درجه بالای صفره. بله. الو؟ 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 نمیدونم کدوم مزاحمیه که دو ماه مزاحم ما میشه. صبح اول صبح بی خود اوقاتتو تلف نکن. لابد یکی از همین بیکاره ها. حتما تا پس فردا برگردی یا؟ حتما دونم. تو خودت میدونی اولین بار یه که بیشو باید تنها بمونم. حس میکنم که خیلی سخت میگذره. اینجا کجا؟ آبادان کجا؟ حالا دیگه هواپیما همه راه ها رو نزدیک کرده. ماشین جانگیر خانی. این کیه؟ شوفر تازه شده؟ الان چند وقته که شوفرش عوض شده؟ خیلی چند وقت داری، دیر شد. عمه خانم، عمه خانم، خدا حافظ. باش دیم، دارم آینه قرآن میارم. بله، سلام علیکم. بله، زهر. خواهش میکنم کمی صبر کنیم. الو؟ از خواب تو بیدار تو نکردم. میدونستم که شما صبح زود پا میشید. اول وقتی تلفن زدم که نکنه خوابتون برده باشه. نه، کم خوابیدیم. پس وای به حال من بیچاره که هیچ شب از فکر خیال تا صبح خواب ندارم. اعصابم به کلی چرا؟ چرا است و بعد از شما پرسید. بر صدای شما تنها مونس و شاهد شب دلیداری های من. پس من بدبخت چه حالی باید داشته باشم؟ موجود ضعیفی که بین دو مسئله گیر کرده، عشق به شما و وظیفه نسبت به شوهر. گوشی داشته باشم؟ نه، کسی نیست. جوانی
بله گاهی با خودم تصمیم میگیرم نسبت به شوهرم وفادار بمونم و دونی داره به تصمیمم عمل کنم. چه مهربانی ها که در حق ما نکرد. بله من زن حق ناشناسی نیستم. من احساسات دارم. من همه چیز رو میفهمم. میفهمم که وقتی شما سر یه پالتو پوست با من ورق بازی میکنید و میبازید برای اینکه دل من پالتو پوست خواسته، این دلیل بر علاقمندی شما نسبت به منه، دلیل بر تقاضایی که از من داریم. چه کنم؟ میفرستم. آخه مگه برای شما زن در تهران قحطی که دامن من بیچاره رو گرفته؟ مگه روز اول حس نکردید که من اگه به کسی علاقه پیدا کنم ابدی؟ من در برابر این مشکل یک راه چاره بیشتر ندارم و اون این است که امشب که شوهرم به آبادان رفته و فرصت هست دعوت شما رو قبول کنم و پیش شما بیام. تا در اونجا با اثبات حق شناسی از شما خواهش کنم که از من صرف نظر کنید و بذارید برای همیشه با غم خودم بسوزم و بسازم. هر طور که میل شما. بسیار خوب تشریف بیارید. بیایید درباره همه این مسائل صحبت کنیم. اونطور که دلخواه شماست. اگه مانی نداشته باشه میخواستم خواهش کنم ساعت 7:30 ماشین خودتونو بفرستید سر کوچه منتظر من باشه. هیچ مانی نداره. حتما میفرستمش. شوفرم عوض شده. شما نوروزی میشدیدش یا نه؟ بله دیدمش. گفتید اسمش نوروزه. تو جهانگی، تو بر تو. من هرگز تصور نمی کردم آدمی در رذالت و پستی به این درجه ممکن است برسد. بیچاره گلی چه بدی کرده بود که تو این رسوایی و افتضاح را برایش فراهم آوردی؟ حس می کردم از وقتی تو اینجا را ترک کردی او خیلی افسرده و خموده است. من ابتدا این را حمله بر مهربانی و انس او می کردم. مدتی در تعجب بودم که چرا گلی اینقدر سر قبرستان می رود. حس می زدم که سری در کار است. تا این که دیشب پس از شام موقع خواب نتونم برو بخواب. Thank you.
درست تو شهری، اما هیچ آقای با چنین ذخیره به چیکارو نکرد. خدایا، آیا ما دهاتی های قدن از چیزی؟ چریان قده حق آقایی به گردن ما داره که بیانه هر که دلشا مخم داد منو برو حکیم، پس کرامتت کن، پس من جیست کجا؟ همین عرفت در باره تو مزمن دروغه. شاید ما گناهکارم که همینطور ولم کردن اگه گناهکارم گناه چی؟ خدایا، عاشقیان گناهه؟ اگه گناهه، پس دلش چی درست کردی؟ میفهمیم، استغفرالله. همین که اسم تو از لبهایش بیرون آمد تأمل را جایز ندانستم. گلی؟ آقا شمایی؟ خاک به سرم. میان خودش و تو گذشته بود با من به میان گذاشت. بعد از چندین سال دوستی این اولین مرتبه بود که تا این اندازه به دناعت تو پی بردم. چطور تا به حال اونو نشناختم؟ پست بی‌شرم. حاضرم صد بار بدتر از اینا به روزمو بیاره، اما یک بار دیگه رو بید. آخه چرا به خاطر یه مرد پست به خودت رنج و عذاب میدی؟ جونم تو هنوز اول جوان و زندگی ته، نباید خودتو ببازی. تو در ظرف همین 3 ساله تو خونه تونستی 6 کلاس درس بخونی. با این هوش و استعدادی که داری میتونی بری تهران دیپلم بگیری و بهترین شوهرها رو بکنی. آقا این حرفا رو نزن، هنوز اونو رو دوست دارم. اگه تو چند وقت دیگه برمگرده بیمین که چنده گریه منم که بمیرم. بعد همینطور هم شد. یک شب سرد زمستانی گلی به خانه نیامد. مشهدی رمضان و دهاتی ها خیال می کردن گلی از سرما مرده، ولی هنگامی که نش در آرامگاه شیخ عطار بود خواستم برای آخرین بار صورت زیبای این دختر معصوم که زحمات زیادی برای باسواد کردنش کشیده بودم ببینم، یک بار به وضوح متوجه جای دو دندانی که از کبودی آن خون مچیده شده بود شدم. مرگ او برای تو گران تمام خواهد شد. من به وجود وامپیر اعتقاد دارم.
یقین داشته باش که او هم مثل برادرش وامپیر شده بود. وامپیر، بله وامپیر، وامپیر، وامپیر. نوروز کجا رفتی؟ چطور اینجا اومدی؟ ایچی آقا اومدیم به شما خبر بدیم که دیدیم افتادیم اینجا. خبر چی؟ پروین خانم آب خوردن رو دومن. آقا ما تا همین الان که خیابون سر کوچه‌شون وایستادیم بالاخره دیدیم نه خیر فایده‌ای نداره نمیاد. ما هم اومدیم همین که پشت در رسیدیم فریاد شما رو شنود. این کاغذ چی آقا؟ مسبب اصلی قتل این زن بیچاره شوهردار تو است. هر وقت صلاح بدانم شهربانی و شوهرش را در جریان آشنایی با تو خواهم گذاشت. وامپیر آقا جون اگه صلاح بدانیم امشب از خیلی مهمونی بگذاریم. آره اصلا هیچ حال و حوصله‌ای هم ندارم. حالم به هیچ کس خوش نیست. بگو رخت خواب تو رو هم پهلوی اتاق من بندازن. نمیخواد بری. همینجا بمون. چشم آقا. خیلی منم آقا. امروز پا نمیشین؟ بیا تو. سلام آقا. دیرتون شده؟ ندیرم نمیشه. بیا بذارم اینجا. امروز نمیتونم از سم برم. پس نمیتونی از سخت پایین بیای؟ نه حالم خوش دید. نوروزم تو به ساعت حالا منتظره. بگو چی برسو. بفرموشید آقا. خبری دارم. پیش بده. اولا وقتی دیدم شما صبح بیدار نشدین به شرکت تلفن کردم که آقا مریضان امروز نمید. ثانیا تو روز اومد که پرمی خانومو انداختن نوشتن مفقود الاثر شده. نوشتن شوهرشو با دستیسه از تهرون بیرون فرستادن و سر زنش بله آورد. آقا همچین به پوستنده بگم شما تو شرکت دشمن دارید. یا پرمی خانومو دزدیدن یا سربنی کش کردن تا شما رو بیاوری کنید. آخ نوروز کاش دشمنای من چند نفر همکار رو آشنا بودن. چطور برات بگم؟
خلاصه بدون که سرکار ما تنها با آدم های معلوم و مشخص نیست. دیشب تا صبح خوابم نبود. خبر این روزنامه‌ام که چه داره دیگونه از میکنه. بالاخره حضیری هست. فعلا تا روشن شدن موضوع شما نباید تو خونتون بمونید. ممکنه بیان شما رو بگیرم. این دیگه چی؟ به غیر از پاسبان هر چی باشه میگم آقا نیست. آقای زمیدان امروز میخوان شما رو ببینم. عجیب. بگو بفرما تو. چش. شد اون کاری که نباید بشه. این قرار بود که فردا یا پس فردا برگرده. چطور شد امروز پیدا شد؟ اجازه هست؟ بفرمایی. سلام علیکم. سلام علیکم. خدا بد نره. ای بد نیستم. دیر سال همچین یه حالت سرگیزه مانم به ام دست داده. خیلی هم لاغر شدیم. انشالله بلا دیره. بفرمایی دوستیم. بنده دیروز تمام روز در آبادان سر ساختمان بودم و همه دستورات جناب‌عالی رو انجام دادم. به هیچ وجه نگران نباشید. کار خوب پیش میره. به سر عزیز خودتون هنوز به منزل سر نزدم. گفتم اول بیام شرکت شما رو ببینم. بعد سری به منزل بزنم. این بود که اول اومدم احوال حضرت عالی رو بپرسم. ممنون متشکرم. خوب کاری کردید. ها؟ رشته‌های اعصابم داره پاره میشه. حق دارین آقا. این کشور کاملا بی اطلاعه. والا آدم مات و مفقود میشه. من که دارم دیوونه میشم. نمیدونم کجا فرار کنم. هر طوری شده باید یه جایی رو برای دو سه روز پیدا کنم. پیش چی برن؟ چی بگن؟ اون آدم یه تک و تنها. به زمان همه غذاهای رو باش در میون بذارم. الو؟ بله، آرایشگاه این دلا. گوشی باشه خدمتون. پاری خانم با شما کار دارم. آمدم. سلام پاری خانم. میخواستم برای یک کار فوری ببینم تو. راستش الان معذرت میخوام. سرم خیلی شلوغه. نه متاسفانه نمیتونم. از پیش به دو نفر عروس با مهموناشون وقت دادم. ندارم. پس که میتونم ببینم؟ پری خانوم، معذرت میخوام، الان میام. بله. بسیار خوب، بسیار خوب. پس درست ساعت 8 من منزل بسیار. بیای، اگر احیانا گیر کردم، خودتون کلید داری. بله، برید می. خدا خود. پری خانوم، بله بله، آمدم خانوم. میتونم خدمتشون برسم؟ بفرمایید تو سالن تا بهش خبر بدم. متشکرم. چرا گفتی که من خوره هستم؟ خب چی میگفتم؟ تو تو خواهتونه؟ نگفته بودم که نگو. سلام. سلام علیکم جهان جون.
از اینجا رد میشدم دیدم چراغ اتاق روشن، گفتم بهت سری بزنم. بفرمایید بشین. اونجا نه بالا. متشکرم. مرسی. بالا. بالا. متشکرم. تو کجا هستی؟ تو کجایی؟ همینجا. حالت چطوره؟ بد نیستم. تو چطوری؟ دیشب یه مختصر سرماخوردگی ناراحتم کرده بود. بهت بگم میشه به سرماخوردگی چیز موضیه، مثل این که منتظری نه به عرض باید شهر راستی. خیلی خوب، اتفاقا منم میخوام برم شهر. خب پس معطلت نکنی. بفرما بریم. تشکر میکنم. خواهش بفرم. مرسی. نورو نگاه کن. بله. بدون شک ما مورد سوزن شهربانی هستیم. برای اینکه متوجه نشیم این افتر آسفر بزنیم، نباده تو رو خطی بزنیم. خودم تازه. شما کجا میخواید برید؟ برای من فرمون. ما باید چی نسی برید؟ خود منم بلوار نیست. به شما بسید. همینجا نگه برید من پیاده. خوش رو ماشین گرد. از این که مزاحم شدم خیلی معذرت. زیاد دارید. زیاد دارید. لطف مازید. لطف زیاد. متشکرم. خدا حافظ. حالا بر نگرد. ممکنه مظلوم بشه. برو. فعلاً نرو، باش همیشه تا برم بیدم بیشم. سر باید انتظارشو بکشم. بیدونه او باید بیشتر از اینا عذاب بکشم. باید تا شو اول دستگیری سب کنی. شو اول که دستگیر رفت
تو زندان خدمتش میرسی. گم شو. شب اول زندان، شب آخر عمرت، جهنم شو. دور از این سرون لعنتی، برو ترنش رو بهت بگم. حتما بیایی جهان، نتونه ممکنه حامله رفته باشم. دو سه ماه دیگه رفته خواهم، اون وقت جز مردن علاجی نداره. اگه ما رو لایق خودم نمیدونی نهد به اینجا بمونه. برو با خودت بابا تهران تا اونجا که میزید رو بکنه. کجا؟ فایده ای نداره، فایده ای نداره، مقاومت نکنید. شوفر شما هم دستگیر شد. با شما هیچ کاری نداریم. امشب رو در کلانتری کرک مهمانی ما و فردا اول وقت شما رو تحویل شهر رو میگردانیم. هر چی بخواد دیدم، هر کار بگید میکنم به شرط که امشب من زندان نبرید. متاسفم که ما نمیتونیم. ممکنه خواهش کنم موافقت بفرمایید امشب در دفتر کلانتری بمونم؟ ما نمیتونیم خلاف مقررات رفتار کنیم. آخه شما نمیدونید موضوع از چه قراره. والله شما نمیدونید که من تقصیری ندارم. بفرمایید تو. پس این سرکار امشب میذارید؟ بفرمایید. باز کنید. ممکنه خواهش کنم که این سرکار امشب اینجا بمونه؟
کاشن تکیه به صدا زن. شما هنوز خوابید؟ صبح بخیر. صبح بخیر. خوب خوابیدید؟ ممکنه بفهمید کجا هستم؟ بلند شید. ممکنه خواهش کنم بفهمید کی و چجوری من اینجا آوردم؟ اولین درجه نگه دارید. نگفتید که تو من اینجا بودم. همین کسانی که دیروز با شما گردش رفته بودم از صبح زود منتظرتون هستم. اونا بهتر اطلاع دارن که کجا بودید و چطور شده. گنج پس وامپیر؟ راست این وامپیر چیه که اینقدر تصابست میشون بردید؟ بیشتر در نمیاد. حتما اصلاحی در مسجد نراحتتون کرده بوده که خواب آشفته میدید. ببخشید من باید به سایر بیماره هم برم. بله گفتم شهریای خیام خونگرمه. پس چه جواب نمیشی؟ تهرونیا که خونگرم تر از همه هست. حالت به کلی خوب شد؟ بله بله خوب هستم. چی میخوای؟ چیکار داری؟ هنوزم میترسی؟ عزیزم، به کلی من بی‌تقصیرم. هر گله‌ای داری از دوست خودت بهرام داشته باش. بعد از رفتن تو ما دیگه نتونستم تو ده بمونیم. دنبالت آمدم تهران. اما بهرام گفت اگه شما واقعا میخواد زن شوهر خوبی باشید باید یک چند وقت به حرف من گوش بدید. منم الان هر سال ضمن تحصیل فقط به دستورات رفتار میکنم. پس تو نمردی؟ همه این مسخره بازی رو بهرام سر من در آوردی؟ البته بهرام تنها نبوده، همه روی کمک کردن. من، برادرم نوروز که پیش شما شوفر شده، پروین، همه و الان همه شون بیرون وایستادن تا از شما معذرت بخواد. نوروز برادر توست؟ ای بچه، الان دمار از روزگارش در میاد. کجا؟ پیش از اون که دانا چیزی بگید تکلیف ما رو معلوم کن. دارن آشتی میکنن. برو تو. برو تو. نوروز
جان تو برو جلو. من که روم نمیشم. خیلی خوب خودم میرم. وامپیرا هستن، اجازه هست بیایم تو؟ نه خیلی. حالا من با تو این بله ها رو سرم آوردی چه معامله رو کنم؟ هر کاری که